مردم ایران مردمی همبسته، میهن‌پرست و هماندیش هستند. این واقعیت را میتوان در یاری رساندن تمام مردم ایران به هموطنان زلزله زده سرپل ذهاب کرمانشاه، سیل زده درود در لرستان و آخرین مورد آن هموطنان زلزله زده خوی به چشم دید. اما حاکمیت آخوندها نه تنها به فکر مردم نیست، بلکه چشم دیدن همبستگی و یاری رساندن مردم به یکدیگر را ندارد. خاص و منفعت حکومت آخوندی غرق شدن مردم ایران در بلایا و مصیبت هاست. گرفتاری مردم برای رژیم آخوندی فرصت بقا و گریز از قیام مردم را به دنبال دارد. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. با همین رویکرد بود که خامنه ای از ورود واکسن معتبر به ایران جلوگیری کرد. همین منافع کثیف حکومتی بود که بهایش جان باختن بیش از 550 هزار نفر از مردم ایران در تنور کرونا بود. اکنون بار دیگر کرونا در حال گسترش است. آمارهای وزارت بهداشت رژیم از وضعیت گسترش کرونا و از راه رسیدن موج هشتم آن نشان از همان سیاست حکومتی دارد. طبق آمار وزارت بهداشت رژیم روز 9 فروردین طی 24 ساعت 22 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و 655 نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شدند. در رابطه با روز 10 فروردین آمار جان باختن 23 تن از هموطنانمان بر اثر کرونا را منتشر کرد. مینو مهرس متخصص بیماری‌های عفونی در این باره گفت: از آخرین دوز واکسنی که اغلب ایرانی‌ها زده‌اند زمان زیادی گذشته و مسئولیت نسبت به سویه اومیکرون کمتر شده است. به همین خاطر در دنیا به دنبال واکسن اومیکرون هستند. آری، جهان به دنبال مقابله با سویه اومیکرون است و دوزهای سوم و بعضاً چهارم واکسن را تزریق می‌کنند. اما رژیم آخوندی جز ادعاهای توخالی چه می‌کند؟ آقای عین‌اللهی گفت در تولید واکسن کرونا خودکفا شده ایم و هم‌اکنون حدود 50 میلیون واحد واکسن کرونا در کشور ذخیره شده است. ما نه تنها واکسن کرونا بلکه فن تولید واکسن رو در کشور به طور کامل داریم. ما در واقع برای آینده ترسی نداریم که اگر هر نوع میکروب یا ویروسی جدای از کرونا وارد کشور بشه ما امکان تولید واکسنش رو در کشور داریم. واقعیت این است که خامنه‌ای 1 میلیارد یورو سرمایه‌های مردم ایران را به کام شرکت برکت از زیر مجموعه‌های بیت خودش ریخت تا واکسن کوو برکت تولید کند. اما تایخت باعث کشتار و مشکلات شدید برای مردم شد و بی سر و صدا آن را جمع کردند. اکنون این ادعای مضحک وزیر بهداشت رژیم همان کرونایاب مستعان و کوو برکت را یادآوری می‌کند. هیچ یک از واکسن‌های تولید شده توسط رژیم آخوندی نه تنها مجوز سازمان بهداشت جهانی را ندارد، بلکه اصلاً در فهرست واکسن‌های تولید شده این سازمان جهانی هم قرار ندارند. این لاف و گزاف‌ها و ژست‌های توخالی چیزی جز بازی کردن با جان مردم ایران نیست.